ساعتی پس از آنکه آمریکا خواستار توقف پرواز جنگنده‌های هوایی بر فراز مناطق کلیدی در سوریه شد، شهر محاصره شده حلب زیر شدیدترین حملات هوایی در ماه‌های اخیر قرار گرفت. در همین حال به گفته سازمان ملل متحد، پس از وقفه‌ای که دو روزه ناشی از حمله هوایی دو روز گذشته به کاروان بین‌المللی کمک رسانی به مناطق نیازمند در سوریه قرار است، کمک‌های بین‌المللی امروز پنجشنبه وارد منطقه محاصره شده در اطراف دمشق پایتخت آن کشور شود. آمریکا بر لزوم برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز مسیرهای ارسال کمک‌های بین‌المللی تاکید کرده است. اصل رحمانی و جزئیات بیشتر در این باره. در حملات هوایی شب گذشته به شرق شهر حلب که در کنترل مخالفان است، شماری غیرنظامی کشته شد. گزارش حاکی از جنگ شدیدی بین مخالفان و نیروهای دولتی سوریه در حومه حلب در پی این حملات است. فعالان رژیم سوریه را مسئول حملات هوایی به حلب می‌دانند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت تنها راه دوام برقراری آتش‌بس در سوریه توقف حملات هوایی و اطمینان از ارسال کمک‌های بین‌المللی به مناطق نیازمند است. هدف ما از این مذاکرات پایان دادن به این حملات وحشتناک و سراسری است که علت اصلی وحشت، رنج و آوارگی مردم سوریه است. بر پایه طرحی که ما دادیم، تمامی این مسائل می توانست بلافاصله از طریق مذاکرات بین طرفهای درگیر برای رسیدن به راه حل سیاسی حل شود و تنش‌ها پایان یابد. آقای کری رژیم سوریه و حامیان آن را برای نقض توافق‌های ترک مخاصمات قبلی سرزنش کرد. 4 بار توافق شد. 4 بار. کشورها گفتند توافق می‌کنیم و هر 4 بار توافق توسط بازیگران مستقل، توسط نقض کنندگانی که آتش بس نمی‌خواهند، تکه پاره شد. این در حالی است که ینس لارک، سخنگوی دفتر هماهنگ کننده ی امور انسان دوستانه در سازمان ملل، ضمن عملی خواندن توزیع قریب الوقوع کمک‌های بین‌المللی در حومه دمشق گفت ارسال کاروان کمک‌ها تنها پس از اطمینان از ایمنی آنها صورت خواهد گرفت. ما مدارک لازم برای تسهیل در ارسال کمک‌ها را دریافت کرده‌ایم و می‌توان گفت مجوزها صادر شده است. حال باید مورد به مورد ارزیابی شود تا از ایمنی کاروان‌ها مطمئن شویم که در آن صورت تعداد بیشتری از کاروان‌ها را اعزام خواهیم کرد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با NBC گفت راه حل پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه سیاسی است. او گفت آنچه در سوریه برای ایران اهمیت دارد حفظ تمامیت ارضی سوریه و ادامه جنگ با تروریست ها است. آقای روحانی همچنین گفت برای ایران مهم است که همه گروه ها و احزاب شامل مخالفان در حکومت آینده سوریه حضور داشته باشند. اصل رحمانی، صدای آمریکا.